بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تفسير القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. بعد از آنی که یک دور تفسیر در رادیو گفتیم و از اول قرآن تا آخر قرآن در رادیو پخش شد در مدت 15-16 سال تقریبا، همراه با گفتن هم این نوشته هایی که در رادیو می گفتیم تکمیل شد و زیر نظر بعضی از علما چاپ شد. الحمدلله گفتیم ها رو که یه دور صوتیشو گفتیم و کل قرآن پخش شد و یه دورم کل قرآن رو نوشتیم در 12 جلد تفسیر نور، بیام یه دورم فیلم برداری کنیم. سال 86 را گذاشتیم آغاز این کار که انشالله تا 87-88 هرچی زنده هستیم، نمیدونم چقدر طول میکشه، ولی از تعطیلات استفاده کردیم، حتی روز عید نوروز، سال طویل، نمیدونم روز اول عید، دوم عید، تمام تعطیلات، پنجشنبه، جمعه، شب، روز، حتی زمانی که خود صدا و سیمای مشهد تعطیل بود یه سالون گرفتیم و تنهایی شروع کردیم که در کنار امام رضا با استمداد از خداوند و توکل بر خدا و توسل به اهل بیت پیغمبر، به خصوص امام رضا که ما هر چی داریم از او داریم، از او و اجداد او و بچه های او و مهدی او داریم، سوره حمد را شروع میکنیم. آغاز سال 1386، یک دو تفسیر، در هر آیه 5-6 دقیقه تفسیر میگیم، تفسیرهای 5-6 دقیقه ای که این برای بی‌حوصله ترین افراد هم قابل شنیدن باشه، یعنی حتی کسانی که تو راه و نیمه راه و وقت خواب و صبح و تو سفر و هر لحظه خواستن 5 دقیقه صحبت بشنون، سخن قرآن رو بشنون، و اگر برادران و خواهران عزیز همت کنن این نوار رو دنبال کنن، فکر میکنن بتونن با روز چند دقیقه 2-3 سال که بگذره یک دو تفسیر دیده باشن، شنیده باشن، و اگر کسی یه دو تفسیر ببینه با احتجاج، با استدلال، با اخلاق، با سیاست، با اقتصاد، با داستان، با تاریخ، با همه معارف حق ناب آشنا میشه. پس شروع کنیم سوره حمد را. در جوار مرقد مطهر حضرت رضا هم شروع میکنیم سوره حمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اول یه دعا میکنم، هر کس هستید و حرف منو میشنوید یک آمین بگید. آمین یعنی خدای دار مستجاب کن. خدایا تو رو به حق قرآن، تو رو به حق اون پیغمبری که قرآن بر او نازل شد، تو رو به حق فرشتگانی که قرآن را نازل کردن، تو رو به حق کسانی که در قرآن از اونها ستایش کردی، به ما توفیق تلاوت قرآن، حق تلاوت و تدبر در قرآن و تخلق و اخلاق قرآن و انجام اوامر قرآن و دوری از نواهی قرآن، این چنین توفیق را به همه ما مرحمت بفرما و قرآن را نور فکر ما، نور قلب ما، نور قبر ما، نور قیامت ما، نور معاش ما، معاد ما، نور فکر ما، در همه کارها قرآن را نور ما قرار بده و همینطور که در همه کارها پیغمبر و اهل بیتش را امام و الگوی ما قرار داده. این جلسات را خداوند، این جلسات را مبارک کن، مزه قرآن را به ما توفیق بده بچشیم و به نسل آینده بچشونیم. آنچه تا حالا نسبت به قرآن غفلت کردیم، مزه قرآن را نچشیدند و به ما نچشوندند و ما هم به نسلمون نچشونده. اونچه نسبت به قرآن غفلت شده، کوتاهی شده و قرآن مهجور مونده، توفیق جبران مرحمت فرما، و اونچه قابل جبران نیست از لطف و کرم ببخش و ما را بیامرز. شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما سوره حمد، سوره حمد دو تا اسم داره، فاتحه الکتاب هم میگن، 7 آیه داره. من تو کلمه 7 موندم، نمیدونم چه خبره، یا رازش هم کشف نکردم،
از اول قرآن هی باید بگم نمیدونم، چون آسمان ها هفت هست، طواف دور خانه خدا هفت هست، سعی صفا مروه هفت هست، سنگ زدن به شیطان هفت هست، در سجده هفت جای ما به سجده میرسه، ایام هفته هفت هست، سوره حمد هفت هست، تو این هفت چرا آزان همزیست؟ بسمه تعالی بلد نیستم. هفت آیه داره و تنها سوره ای که واجب از هر مسلمانی بخونه در 17 رکعت نماز واجب، 10 رکعتش حداقل باید ما سوره حمد رو بخونیم، 2 رکعت صبح، 2 رکعت اول و دوم ظهر، اول و دوم عصر، اول و دوم مغرب، اول و دوم عشا، یعنی در نمازهای 4 رکعتی رکعت اول دومش و در رکعت نماز مغرب هم که 3 رکعتی اول دومش و صبح هم که اول دوم، 2 رکعت بیشتر نیست. روزی 10 بار با سوره حمد بخونیم و اگر حمد بخونیم نماز ما ارزشی نداره. لا صلاه الا بفاتحه الكتاب، روایت داریم نماز ارزش نداره مگر اینکه سوره حمد توش خونده بشه. روایت داریم از جابر بن عبدالله انصاری از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمود که این سوره بهترین سوره های قرآنه و به نقل ابن عباس سوره حمد اساس قرآنه و در حدیث داریم که اگر 70 مرتبه سوره حمد را بر مرده خوندید و زنده شد تعجب نکنید. از نامگذاری این سوره که میگن فاتحه الکتاب یعنی آغازگر کتاب، پیداست که قرآن در زمان پیغمبر جمع آوری شده، یک کتابی بوده که میگن این فاتحه الکتابه. این فاتحه الکتاب پیداست قرآن در زمان خود پیغمبر به صورت یک کتاب جمع آوری شده بوده. و همچنین در حدیث ثقلین که سنی و شیعه نقل میکنن که پیغمبر بارها فرمود من از میان شما میروم و دو چیز گرانبها رو برای شما میذارم، کتاب الله و اهل بیتی، کتاب الله و عترتی. این کتاب الله و عترتی پیداست کتاب الله در یه زمان خود پیغمبر به صورت، یعنی قرآن به صورت یک کتاب در زمان خود پیغمبر بوده است. آیات این سوره درباره خداوند و صفات او، مسئله معاد، شناخت، درخواست راه حق، اهدنا الصراط المستقیم و پیروی از راه حق و طرفداری از طرفداران حق و بیزاری از مغضوبین و ضالین، تنفر از بدان، تقاضای راه رفتن در راه خوبان، صفات خدا، نام خدا، اشاره به معاد در سوره هم یک دور معارف گنجونده شده. خب حالا چه درس هایی میتونیم از سوره حمد بگیریم؟ انشالله براتون بیان خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.